سرخط خبرها تصمیم نهایی استخبارات طالبان برای دستگیری گلبدین حکمتیار به اجرا درآمد. چاکن در چاه افتاد. طالبان به قریه‌داران پنجشیر: جوانان را که ریش ندارند به ما معرفی کنید. افراد مستعد ناشناس یک بازرگان را در بلخ ربودند. طالبان ده ها غیر نظامی را در ولسوالی دره پنجشیر بازداشت کردند. یک عضو ارشد داعش در جنوب افغانستان کشته شد. و سفارت طالبان در پاکستان: گذرگاه تورخم فردا بازگشایی می شود. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. افراد مسلح ناشناس یک بازرگان را در بلخ ربودند. منابع محلی در بلخ گفتند که افراد مسلح ناشناس مالک یک شرکت تولیدی را در شهر مزار شریف مرکز این ولایت ربودند. منابع معتبر محلی به روزنامه 8 صبح گفتند که حاجی نبی الله از بازرگانان بلخ و مالک شرکت تولیدی آرد سیلوی سلامت در شهر مزار شریف صبح روز چهارشنبه 3 اهود ربوده شده است. بر پای اطلاعات منابع، افراد مسلح پس از متوقف کردن موتر حامل حاجی نبی الله، او را از موتر پیاده کرده و به مکان نامعلوم انتقال دادند. طالبان در بلخ ربوده شدن حاجی نبی الله را تایید کرده و از آغاز بازرسی ها در این مورد خبر دادند. طالبان ده ها غیر نظامی را در ولسوالی دره پنجشیر بازداشت کردند. منابع محلی در پنجشیر گفتند که طالبان ده ها غیر نظامی را در ولسوالی دره این ولایت بازداشت کردند. منابع محلی به روزنامه 8 صبح گفتند که حدود 50 غیر نظامی از باشندگان روستای پامیر ولسوالی دره صبح روز چهارشنبه 3 اهود از سوی طالبان بازداشت شدند. و گفته منابع، بازداشت شدگان شامل کودکان، جوانان و بزرگسالان هستند. هنوز هیچ اطلاعات از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست. طالبان در پنجشیر تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. یک عضو ارشد داعش در جنوب افغانستان کشته شد. گروه داعش اعلام کرده که یک عضو ارشد این گروه در جنوب افغانستان در جنگ با طالبان کشته شده است. داعش از این فرد به نام حجاز امین، آهنگر مشهور به نام ابو عثمان الکشمیری یاد کرده است. این گروه در اعلامیه گفته است که الکشمیری در 14 فوریه در درگیری میان طالبان و داعش در یک ولایت جنوبی افغانستان کشته شده است. ابو عثمان الکشمیری پیش از این عضو حرکت المجاهدین در کشمیر پاکستان بوده است. او سپس به القاعده پیوسته و در سال 2015 به عضویت گروه داعش درآمد. گمان می رود که الکشمیری نخستین امیر ولایت هند داعش بوده است. این در حال است که طالبان اخیراً از درگیری های زیاده در ولایت های مختلف افغانستان با داعش خبر داده است. طالبان به قریه‌داران پنجشیر: جوانان را که ریش ندارند به ما معرفی کنید. منابع محلی در پنجشیر گفتند که طالبان از قریه‌داران این ولایت خواستند تا جوانان را که ریش نمیگذارند به آنان معرفی کند. منابع روز چهارشنبه 3 اهود در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان به قریه‌داران پنجشیر گفتند افراد که ریش خود را مطابق شریعت اسلامی نمیگذارند باید شلاق زده شوند. اما شمار از باشندگان پنجشیر گفتند که گذاشتن ریش موضوع شخصی است و اختیار آن باید با مردم باشد. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که وزارت امر بن معروف و نهی از منکر طالبان چند ماه پس از به قدرت رسیدن این گروه با نشر اعلامیه تراشیدن یا کوتاه کردن ریش را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. سفارت طالبان در پاکستان: گذرگاه تورخم فردا بازگشایی می شود. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت مدیریت طالبان است اعلام کرده که گذرگاه مرزی تورخم فردا بازگشایی می شود.
این سفارت چهارشنبه شب 3 هود با نشی تیویت نگاشته است که گذرگاه ترخم فردا پنجشنبه 4 هود برای مسافران، ترانزیت و تجارت بازگشایی می شود. این در حال است که گذرگاه ترخم یک شنبه شب 30 دلوه بر اساس دستور رهبران طالبان مسدود شده است. گفتنی است که امروز نیز خواجه محمد حاسب وزیر دفاع پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و با ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان دیدار کرد. تصمیم نهایی استخبارات طالبان برای دستگیری گلبدین حکمتیار به اجرا درآمد. گزارش ها می رسانند که حکمتیار در قرنطینه است و تلاش ها برای خروج وی از کابل ناکام شده است. امارات گروه طالبان در نظر دارد خشم عمومی مردم و گروه های حقوقی علیه حکمتیار را به فرصت برای کسب مشروعیت تبدیل کنند. چاکن در چاافتاد. از زمان رسیدن دور دوم طالبان به قدرت، این شب نظامیان به طور غیر منتظره به تهدید علیه پاکستان تبدیل شدند. زمان پاکستان سرچشمه تهدید و حملات تروریستی به دیگر کشورها بود. اکنون خود از تهدید حملات تروریستی به سطوح آمده است. موج تازه بازداشت ها شهروندان طالبان کشور را به جهنم مبتل کردند. گزارش از خبرگزاری اشت صبح. طالبان در جریان 18 ماه گذشته پیوسته نظامیان پیشین، زنان و دختران معترض و تحلیلگران منتقد را بازداشت، شکنجه و تحقیر کردند. این گروه به مدام سیاست سرکوبگرانانیشان به تازگی موج تازه ای از بازداشت ها را آغاز کردند. طالبان در جریان یک ماه گذشته پیش از 50 تن را که شامل چهره های سیاسی، استادان دانشگاه، تحلیلگران، زنان و دختران معترض، نظامیان پیشین و غیر نظامی می شوند، بازداشت و شکنجه کرده و یا در وضعیت نامعلوم قرار دادند. این بازداشت ها نگرانی های سازمان عفو بین الملل را برانگیخته است. این سازمان گفته است که طالبان مرحله جدیدی از نقض حقوق بشر و آزار و اذیت غیر نظامیان را آغاز کردند. از این پیش نیز یونما از افزایش بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران از سوی طالبان خبر داده بود. طالبان در جریان 1.8 ماه گذشته به طور گسترده سیاست سرکوب را اعمال کردند. زنان از همه حوزه های زندگی جمعی، حزب و خبرنگاران و جامعه رسانه ای را با خود سانسوری و تهدید روبرو کردند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.